که ضرورت های عملی داریم. این ضرورت های عملی مثلا البته آثار بیدل چند بار چاپ شده، دیوان بیدل، دیوان غزلیاتش و مثنوی هایش که هر کدامش یک جهان است و آثار نسلش که یک در یکی از این که چهار عنصر نام داده بیان زندگی خودش داده. البته یک سطح بالاست، اما نقصی که امروز در کشور ما موجود است متاسفانه سقوط فرهنگ است، خصوصا در طبقه جوان. ما ضرورت بسیار زیاد داریم که برگزیده شاهکارهای نظم و نسل دریل هست که این گنجینه میراث بیش از هزار سال میباشد. به طور خاص آن آثار بزرگان زن و مرد که منصوب به خاک افغانستان نمیزیستن به شکل کتاب های کوچک چاپ کنیم و برای و لغات مشکل شرح بده دانشمندان ما این کار بکنن و این و دسترس با قیمت ارزان و دسترس خوانندگان بگذاره. این اگه این کار نمی کنیم و کوتاهی کردیم در وظیفه. هم امروز افغانستان یک کشوری است که فرهنگ و زبان دری یک گنجینه بزرگ است دارش، اما بداریم که دیگر زبان ها هم موجود است. در قدیم نزاع بین زبان ها موجود نبود، دشمنی موجود نبود. خوشحال خطک یک دیوان زبان دری دارد که بسیار اشعارش را نیست، اما امروز ما مجبور هستیم با نشر آموزش پرورش که فرهنگ های کوچک در باره زبان های عمده افغانستان به شمول پشتو، ازبکی، ترکمنی و بلوچی باید نشر کنیم این فرهنگ های کوچک دو زبانه را و به دسترس مردم خود بگذاریم. چرا در هر جا اینا مؤثر میشه برایشان امکان تحقیق بیشتر و نظر کسانی که در افغانستان در این زبان هستند و باید اینا قلب وسیع داشته باشند. و اینا باید همه زبانهای افغانستان را خصوص زبانهایی که یک تعداد کافی گوینده دارد مثل پشتو و ازبکی و ترکمنی و بلوچی اینا را زی اهمیت بدادن و جوانهای خود را تربیه کنند که همه زبانها را یکی از زبانها را با لیاقت کامل علاقه بگیرن، بخوانن، مطالعه کنن، مقایسه کنن. البته در زندگانی امروز ضرورت تحصیل بسیار مهم است. اصلا یک جوان ما چی در افغانستان باشد، چی در اینجا باشد اگر زبان انگلیسی رو یاد نمیگیره با خودش صدمه میرسد و این مکلفت های بسیار زیاد است که از یک طرف به زبان دری علاقه داشته باشد، از یک طرف یک زبان دیگر یا دو زبان دیگر در افغانستان علاقه بگیریم
ولیکن برای کار و برای خدمت و برای همه کس ما این کار این پلان نداریم که تنها کودکان ما تربیه شوند به حیث ادیب و نویسنده چون کسان هستن مهندس میشن کسان هستن که علاقه میگرن به مثلا زو باهن ثروت زیرزمینی افغانستان و اینا پس اما چیزی که بسیار مهم است که این اشخاص باید در حالی که یک شخص خودش انجینیر است یا یک دکتر که دکتر طب است این ضمناً یک گنجینه فرهنگ معنوی داشته باشد و این یک سبب تکمیل شخصیتش میشه و این یک ضرورت است برای من ضمناً موضوع یک نشر ای کار دانشمند است و محققان مطبوعات است که یک فرهنگ زبان فارسی مشترک نشر کنند این فرهنگ فارسی مشترک فرهنگ زبان فارسی سه کشور که یک سطور عمدهش البته شرح کلمات با بیان معنی معنیش می باشد که مشترک است در همه کشورهای این چیز تقریبا 90 درصد کلمات است بعد در یک ستون که فارسی افغانستان است فارسی افغانستان مشخصات چه بود که بعض کلمات بعدن داخل شده در زبان و او را مردم نمی فهمند و بعد در یک ستون باشد که کلمات که در ایران است به می صورت و بعد یک سطور برای تاجکستان با شمول سمرقند بخارا که بود بدون تاجکستان است این سه سطور زمینه میشه و کلش چهار سطور میشه که یک سطور بزرگ میشه و زبان مشترک است و این برای تهیه زیر باید ما نظر داشته باشیم و کوشش کنیم که این و این بدون همکاری و تماس و همدردی و هم زبانان یعنی مردم تاجیکستان و مردم ایران صورت پذیر نیست در حقیقت فارسی و دری یک زبان است که این ما به خاطر دارم که در سال وقتی که مسوده قانون اساسی ترتیب میشه داره کسانی که خیرخواهان افغانستان بودن چی پشتون و چی فارسی زبان اینا دانشمندا به این فکر رسیدن که افغانستان دو زبان عمده داره که دری و پشتوست کلمه دری در اون وقت قصدن داخل کردن برای از این که همین معنی رو میداد که این جزء داخل شدن در قانون اساسی همه مردم افغانستان به هر زبان باشن این زبان را به نام دری بشناسن چون که دری مقام ادبی و زیبایی قدیمی داشت و در آثار قدیم بزرگان ادب همین نام گرفتن و در فهرست المللی کلمه دری آمده خب اما این معنا را نداره که زبان فارسی یک زبان دیگه است و زبان دری یک چیز دیگه است در حقیقت یک زبان